سلام، تو این ویدیو میخوام شما رو با معایب گلکسی A54 آشنا کنم. هممون میدونیم که گلکسی A54 یه گوشی خوبه و ارزش خرید داره، اما اگر بخوایم یکم سخیرانه بررسیش کنیم و روش ریز بشیم، یه سری معایب داره که بد نیست قبل از خرید اینا رو بدونیم. قبل از شروع اگر دوست داشتید از من حمایت کنید، میتونید با سابسکرایب کردن کانال این کارو انجام بدید. خیلی به من توی رشد کانال کمک میکنه و اگر این ویدیو مفید بود براتون با لایک کردنش ازش حمایت کنید. اولین ایرادی که میتونیم به A54 بگیریم توی طراحیه و بیشترین چیزی که توی ذوق میزنه حاشیه های صفحه نمایشه. A54 نسبت به رقباش مثلا شیائومی 13 لایت یا شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس که توی رده قیمتی خودش هستن، حاشیه های صفحه نمایش به شدت زیادترن. حتی نسبت به گوشی ارزونتر از خودش هم حاشیه های صفحه نمایشش زیاده. گوشی وزن و ضخامت زیادی داره که یکی از معایب دیگرش هست نسبت به رقباش، و توی صفحه نمایش هم یه ایراد میتونیم بهش بگیریم، اونم پشتیبانی نکردن از دالبی ویژنه که اکثر گوشی‌های همرده خودش از دالبی ویژن پشتیبانی میکنن. دالبی ویژن چیه؟ اگر بخوایم خیلی خلاصه و ساده بگیم، یک فناوری HDR که باعث میشه رنگ‌ها و کنتراست توی صفحه نمایش خیلی بهتر باشن. اما اینجور نیست که صفحه نمایش A54 بد باشه، و A54 یه صفحه نمایش خیلی خوب داره که کاملا هم رضایت بخشه توی رده خودش. ایراد بعدی رو میخواییم به چیپستش بگیریم. چیپست اگزینوس 1380 پایداری زیاد خوبی نداره و داغ میکنه. گلکسی A54 دماش میتونه به 40 درجه هم برسه توی کارهای سنگین، مثلا 3-4 ساعت گیم بازی کردن یا کار کردن سنگین با گوشی. گوشی پایداری خودش رو از دست میده، چیپست یکم ضعیف میشه و راندمانش میاد پایین. اما اینجور نیست که توی کارهای روزانه بخواد اذیتتون کنه، و توی کارهای روزانه شما یک تجربه کاملا روون رو دارید و میتونید کاراتون رو به خوبی و راحتی انجام بدید. مورد بعدی به لرزشگیر دوربین میشه ایراد گرفت. لرزشگیر دوربین A54 نسبت به رقباش یکم ضعیف‌تره و لرزش‌های بیشتری رو ثبت می‌کنه. آخرین گیر و ایرادی که میتونیم به گلکسی A54 بدیم اینه که توان شارژی 25 وات داره و آداپتور هم داخل جعبه‌اش نیست، که یه چیز طبیعیه، تو گوشی‌های سامسونگ کلاً آداپتور روی یک جعبه نداریم. اما رقیبش مثلا شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس توان شارژی 120 وات داره و آداپتور هم توی جعبه‌اش هست که خیلی عالیه. این بودن از مهمترین ایراداتی که میتونستیم به این گوشی بگیریم. بازم اگر دوست داشته باشید از برند سامسونگ گوشی تهیه کنید، یک میان رده خوبه که توی همه بخش‌ها تقریبا امتیاز قابل قبولی میگیره، و این معایبی که گفتم یک سری معایب سختگیرانه و ریزه که شاید برای بعضی هم مهم باشه. امیدوارم که بتونید خرید خوبی داشته باشید، و اگر بخوام یک گوشی جایگزین این توی سامسونگ بگیم، مثلا میتونیم سامسونگ S21 FE رو مثال بزنیم. با قیمتی 2-3 تومن گرونتر میتونه تجربه بهتری بهتون بده، اما باید دقت کنید که گوشی نسبت به این گوشی خیلی قدیمی تر شده الان و در آینده آپدیت های جدید رو از دست میده نسبت به این گوشی، و باتری S21 FE هم نسبت به این گوشی خیلی ضعیف تره. هر سوالی که داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما بهشون جواب میدم. مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم همینطور. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا.